وقتی گیتار رو به دست میگیرید و شروع میکنید به نواختن و فقط هم با یه دست همینطور روی سیم ها ضربه میارید، میدونیم که صدای یک نواختی در میاد، درین 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 درین. تا فردام که بزنید صدا همینه. حالا ممکنه ضعیفتر بزنید، قویتر بزنید، ولی ریتم همینه. اون چیزی که این صدای سیم ها را متفاوت میکنه اون دست دومه که در نقاط مختلف این سیم ها فشار وارد میکنه، با انگشت فشار وارد میکنن و صدا متفاوت میشه. و خب دقت کنید، وقتی که بنده بیام این دست دوم رو بذارم در نقاط مختلف این سیم و صدا رو متفاوت کنم، چیز خیلی جالبی در نخواهد اومد. چرا؟ چون من نوازنده نیستم. اما وقتی که این گیتار رو میدید دست یک شخصی که نوازنده حرفه‌ای گیتار هست، چشماش هم ببنده هیچ فرق نمی‌کنه. چنان که میزنه با دو سه تا فشار به جاهای مختلف این سیم ها یک آهنگ عجیبی رو تولید میکنه و اون آهنگ قبل از اینکه روی سیم ها باشه در فکر اوست، در ذهن اوست، این رؤیای دل اوست، این احساس اوست. در واقع صدا صدای سیما نیست، صدای احساس دل نوازنده است. نمایش انگشت ها نیست، نمایش استعداد است، نمایش هنر است، نمایش خلاقیت نوازنده است. اجازه بدید به شما بگم زندگی ما مثل سیمهای گیتاره. اگر دست یک آدم ناشی باشه هر فشاری که بیاره، حتی اگر نیارنم صدای نواخته، اگرم بیارن صدا ناموزونه، ناهماهنگه، از توش چیزی در نمیاری. خداوکیلی از صبح تا شبم بنوازن چیزی از توش در نمیاد، خیلیم گوش خراش میشه. اما اگر بدید دست یک نوازنده چیره دست، او با انگشتانش، او با رویاش، او با فکرش، او با طرحش، او با استعدادش، او با هنرش به جاهای خاصی در زمان خاصی در موقعیت‌های خاصی و در فاصله‌های خاصی روی زندگی ما، قسمت‌های مختلف زندگی ما، روزهای زندگی ما اگر فشاری میاره، باعث خلق یک آهنگ موزون و دلانگیز و شورانگیز گاهی وقتا می‌شود. دست‌های مبارک خدا دست‌های هنرمندی است. فشاری که به خاطر ایمانتون، فشاری که به خاطر باورتون، فشاری که به خاطر طرح و استعدادتون بر روی زندگی شما میاد، اینها نه به خاطر خورد کردن، نه به خاطر نابود کردن، بلکه به خاطر اینه که از زندگی ما، از گیتار زندگی ما آهنگ موزون دل خدا بیرون بیاد. به خدا اعتماد کنید. جلو هر فشاری که میاد آخ نگیم، بیستیم، بگیم خداوندا از این زخم، از این زنجیر، از این موقعیت، از این جفا، از این مشکلاتی که داره به وجود میاد اراده تو چیست؟ پولس رسول میگه از زنجیرهای من، از زخمهای من دیگران قوت پیدا کردند و به دلیری ایمان آوردند. برادر و خواهر عزیزم، خودت رو و زندگیت رو بسپار دست دستهای پرجلال خدا. خدا بهترین، عالی‌ترین و نهایت توانایی و قابلیت تو را روی این سیم‌های زندگیت خلق خواهد کرد. فیض خدا با شما باشد.